سرخط خبرها. پاکسازی بیشتر ساحات شهر طالقان از وجود طالبان. عمران خان از سیاست امریکا در برابر طالبان انتقاد کرد. و در پایان آخرین هشدار مولوی مجیب رحمان انصاری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. پاکسازی بیشتر ساحات شهر طالقان از وجود طالبان. 8 صبح کابل. وزارت امور داخله میگوید که بیشتر از 20 قریه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. این وزارت گفته است که نیروهای امنیتی دفاعی و خیزش‌های مردمی صبح روز جمعه 8 اسد عملیات تصفیه‌ای را در مربوطات مرکز شهر طالقان ولایت تخار راه‌اندازی کردند که در نتیجه آن بیشتر از 20 قریه در حوزه اول و حوزه چهارم این ولسوالی از وجود جنگجویان طالبان پاکسازی شده است. وزارت داخله تصریح کرده است که در این عملیات 6 طالب بازداشت شده و ده‌ها طالب دیگر کشته و زخمی شدند. این وزارت افزوده است که عملیات تصفیه‌ای و پیشروی نیروهای امنیتی در شهر طالقان به شدت ادامه دارد. گفتنی است که پس از وخیم شدن اوضاع در ولایت تخار، باشندگان آن در شهر کابل دست به اعتراض زدند و خیمه تحسن برپا کردند. آنان هشدار داده بودند که شهر طالقان مرکز ولایت تخار در محور توجه طالبان قرار دارد و اگر بر وضعیت امنیتی این ولایت رسیدگی نشود، ممکن است که این ولایت به دست طالبان سقوط کند. عمران خان از سیاست امریکا در برابر طالبان انتقاد کرد. نخست وزیر پاکستان: امریکا می توانست در زمان حضور 150,000 نیروی ناتو از آدرس قوت با طالبان گفتگو نماید. با گزارش سپوتنیک با نقل از رسانه ها، نخست وزیر پاکستان می پرسد اکنون که شمار اندکی از نیروهای خارجی در افغانستان ماندن، طالبان چگونه سازش کنند؟ در حالی که به گفته او امریکا می توانست در زمان حضور 150,000 نیروی ناتو از آدرس قوت با این گروه گفتگو نماید. عمران خان می افزاید که 3 میلیون پناهجوی افغان که در پاکستانند، بیشترشان با طالبان همدردی دارند. نخست وزیر پاکستان در حالی که بر حل معضل افغانستان از راه گفتگو تاکید می ورزد، اما می گوید که زمان خوب برای گفتگو با طالبان هنگامی می بود که امریکا در افغانستان حضور گسترده داشت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در این باره بیان داشت: امریکایان می توانستند گفتگوها را با طالبان از موقف قوت هنگام داشته باشند که در افغانستان 150,000 نیروی ناتو بود. اونون که چند هزار نیرویشان در افغانستان مانده، چگونه انتظار سازش با طالبان را دارند؟ نخست وزیر پاکستان در پرسخ به پرسش که آیا شهروندان پاکستان در جنگ افغانستان کشته می شوند، می گوید که در حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی می کنند و اینها همدردی با طالبان دارند و تشخیص آنان به پاکستان مشکل است. عمران خان همچنین افزود که سازش سیاسی میان طالبان و حکومت است تا یک حکومت فراگیر شکل گیرد. این یگانه راه حل است. منافع پاکستان صلح در آنجاست. 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستانند. تقریبا همه آنان پشتونند و همه یا بسیاری از آنان همدردی با طالبان دارند. چگونه پاکستان ارزیابی کند که چه کسی برای جنگ یا جنگ نکردن به افغانستان می رود در حالی که 25 تا 30 هزار هر روز از مرز می گذرند؟ پیش از این رئیس جمهور غنی پاکستان را به پشتیبانی از طالبان متهم کرد و گفت که نزدیک به 10,000 جنگجوی پاکستانی و کشورهای دیگر از یک ماه به این سو به افغانستان هجوم آوردند. با نقل از فیسبوک بشیر احمد قاسانی، مولوی مجیب رحمان انصاری دیروز در نماز جمعه دعا کرده است که اگر امارات اسلامی حق است، فتح و نصرت نصیبش شود و اگر خدا جل جلاله از آن ناراض باشد، در نطفه از بین برود. وی از طرفین درگیر جنگ خواسته است که به خشونت ها پایان داده و به صلح و برادری تن دهند.
امریکا به دنبال افزایش 30% صادرات هوایی افغانستان است. سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در گزارش تازه می گوید که امریکا در تلاش ارائه برنامه جدید برای صادرات هوایی افغانستان است. بر اساس این برنامه صادرات هوایی افغانستان 30% افزایش خواهد یافت. این برنامه برای سالهای 2021 تا 2025 طرح‌ریزی شده است. در گزارش این نهاد که روز جمعه 8 اسد نشر شد همچنان آمده است که ایالات متحده امریکا از مدرنسازی 5 میدان هوایی اصلی افغانستان در کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد و هرات حمایت خواهد کرد. بر اساس گزارش سیگار این برنامه حدود 2000 شغل ایجاد خواهد کرد و در کنار این روی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی سرمایه گذاری بیشتر صورت میگیرد و برای صادرات هوایی افغانستان به کشورهای بیشتر منطقه تلاش می شود. افغانستان برای صادرات هوایی نخستین دهلیز هوایی را حدود 5 سال پیش با فرستادن یک محموله 60 تنی از فراورده های زراعتی به هند تأسیس کرد. اکنون شمار این دهلیز های هوایی به 40 رسیده و حدود 300 تاجر از طریق این دهلیز ها به چندین کشور از جمله هند، امارات متحده عربی، چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان کالاهای خود را صادر می کند. هواپیماهای عامل کالاهای تجارتی از میدانهای هوایی کابل، قندهار، هرات و مزار شریف پرواز میکنند. این کالاها عمدتاً شامل میوه خشک و میوه تازه، سبزیجات، گیاهان طبی، سنگهای قیمتی، قالین و قرقل میباشد. انتقال هر کیلوگرم کالا از 50 سنت تا 2.5 دلار آمریکایی هزینه دارد و نظر به فاصله هزینه متفاوت است. از مجموع هزینه انتقال تنها 20% آن را تاجر و بقیه را دولت می پردازد. از آغاز صادرات از طریق دهلیز هوایی تا کنون دولت افغانستان حدود 1,035,000,000 افغانی معادل حدود 13.5 میلیون دلار هزینه کرده است. هرچند گفته می شد برخی از این هزینه را سازمان بین المللی می پردازند، اما وزارت مالیه می گوید که این هزینه از بودجه ملی پرداخته می شود. با گفته منابع تا هنوز به ارزش بیش از 170 میلیون دلار کالا از طریق دهلیزهای هوایی به خارج صادر شده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدی این چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برایتان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.